خب در این قسمت میخوایم روی افکت هایی که مخصوص متون هستن کار بکنیم و در واقع کاری بکنیم که اون متن ها خیلی بیشتر مچ بشن با اون لایه هایی که داریم، در واقع افکت های متناسب با اون، همشکل با اون افکت هایی که به لایه ها اعمال کردیم به متون اعمال کنیم. خب به این قسمت میام این زبده رو میبندم که اون بد تی وی پاک بشه و میام به قسمت انیمیشن و پریست و این قسمت تکست رو میزنم و به این صورت افکت هایی که مخصوص انیمیشن هستن و آماده هستن برای من لیست میشه. خب این مثلا فید آب وورد میتونه خوب باشه، همچنین اسلو فید آن هم خوبه، خیلی خوبه، این کار خیلی افکت جالبی درست میکنه. خب حالا میخوام اعمالش بکنم به اولین متنی که نوشتیم که در اینجا هستش. خب این لغزنده زمان رو میارم اول اون لایه متن، فید شوف سلو فید آن رو میارم و با کلیک و درگ بهش اعمال میکنم. فقط یادون باشه که افکت ها به صورت کی فریم اعمال میشن به این متون و همونطور که میبینید من دکمه یو رو زدم که اون آپشن هاش اومدن و اون دوتا نقطه ای رو که میبینید در واقع کلیت های انیمیشن هستن که هر کدوم از اون کلیت ها نقطه شروع و پایان یه چیزی رو به من میگن. من وقتی که حرکت میکنم از نقطه اول به دومی در واقع یک انتقالی هست که آروم آروم اون متن شروع میکنه به نمایش داده شدن، یعنی اول نامریه بعد همینجور پررنگ میشه تا به اون نقطه دوم من برسه. خب من این قسمت رو بیارم و دکمه پلی رو بزنم که بتونیم ببینیمش. خب اینجوریه. ببین ما میدونیم متنش چیه، ولی اگر من قرار باشه که نقطه دوم انیمیشنم رو بذارم آخر این لایه متن، یعنی حرف آخر این نوشته لحظه پر بشه که نوشتم دیگه تمام شده، اون وقت خوانا نیست. بنابراین نقطه دوم انیمیشن رو باید یه ذره بیارم جلوتر که زودتر متنم کامل بشه، نشون داده بشه که برای کاربر قابل فهم باشه. من در درس بعدی به شما بهتر با مثال های بهتری بدون میگم که کی فریم ها چی هستن و چطور کار میکنن. خب همونطور که گفتم تکس لایه های تکس معمولا با این کلیت های انیمیشن میشه کنترلشون کرد و واقعا متفاوت هستن با بقیه افکت هایی که به لایه ها اعمال میکنیم. خب من این انتقال متن رو میخوام یه ذری سریعتر انجام بشه که سریع کارر ببینه چی نوشته و بفهمه اون رو. خب من میخوام که 50 فریم مثلا اون رو جابجا بکنم. خب میبینید که یک 50 فریم چیز خاصی نیست. من اگر پیج آپ یا داون بزنم 10 فریم جابجا میشه، 5 بار اون رو میتونم بزنم که به 50 فریم بتونه جابجا بشه. یا حتی میتونید شیفت رو نگه دارید که 10 تا 10 تا جابجا بشه. خب ببینید فوری متن ظاهر میشه و بعدش ما یک وقت کافی داریم که اون متن رو ببینیم. به این صورت خیلی بهتر شد. حالا میتونم در واقع وقتی متنم زمان بندی شد حالا میتونم بهش افکت بدم. وقتی که متنتون در حال انتقال هستش کنترل شیفت و دی رو بزنید که به دو تا تیکه تقسیم بشه و دوباره میام مثلا اینجا قسمت افکت ها بد رو انتخاب میکنم و همون دوباره افکت بد تی وی رو به قسمت دوم این لایه اعمالش میکنم.
که در واقع متن به هم ریخته بشه و بعد انتقال پیدا بکنه به اون کلیپ آقایه خب من این میتونم یک کنترل زد بزنم و حتی این قطعه دوم رو بازم نصفش بکنم و این ویک افکت رو به قسمت سومش بدم که اینجوری بشه که یه قطعه وسط بدون افکت اون وسط باقی بمونه و اون رو بهش مثلا افکت اولد بدم. به این صورت فکر میکنم خیلی بهتر شده الان. هنوز هم خیلی به هم ریخته نیست، یعنی کاربر با وجود اینکه یه زمان خیلی کمی اون رو میبینه بازم به هم ریخته نیست، قابل فهم و درکه. خب حالا من اسلو رو تایپ میکنم و اسلو فید آن یعنی ظاهر شدن خیلی به صورت آرام، اسلو اینجا میاد و با کلیک و درگ میارمش روی این لایه قرمز رنگ که برای مت هستش. و یک نکته اینجا دقت بکنید، وقتی که من افکت رو اعمال کردم این لغزنده زمان اینجا بود و نقطه اول انیمیشن من دقیقا افتاده بود اونجا. اگر من در این حالت الان مثلا افکت رو اضافه کنم به این صورت این کلیت های انیمیشن اتوماتیک خودشون اضافه میشد. به هر حال این دوتا نقطه رو من میارمش اول لایه متن، این خط قرمزه، میتونید برای جابجایی بین فریم ها یعنی مثلا این کلیت ها رو بخواید جابجا بکنید از پیج داون یا پیج آپ استفاده بکنید که مثلا 5 بار اون رو بزنید 50 فریم میتونه عقب یا جلو ببره و مثلا شیفت رو نگه دارید و اون نقاط انیمیشن رو بچسبونید به این خط قرمز عمودی که همون خط زمان شما هستش. خب به این قسمت آخر هم میام. همون کارهای قبلی رو سعی میکنم اینجا هم تکرارش بکنم با همون تکنیک هستش. لایه مت رو با شورتکات اون تقسیم میکنم حدودا به 3 تیکه و دوباره بعد تی وی افکت رو تایپ میکنم تا بیان اونا و اول رو به وسطی میدم و ویک رو به آخریه. به این صورت در زمان خیلی کمی یه لحظه نشون داده میشه. حتی میتونم این رو یه ذره باش بازی هم بکنم. لایر رو انتخاب میکنم، کنترل شیفت رو و شیفت و دی رو میزنم که تقسیم بر 2 بشه و دوباره همین کار رو میکنم و به اون قطعه وسطی میام، لغزه زمانم رو در جای مناسبی قرار میدم. میتونید بخونید محو میشه و بعدم دوباره برمیگرده حالت نرمال. خب این قسمت رو میخوام با رمپ پریویو بیارم و چکش بکنم. یادون باشه از اونجایی که 2 تا خط داره باید یه زمان کافی بهش بدید که کاربر بتونه اون رو ببینه و بتونه بخونش. خب رایس اوت چالنج رو اینجا داریم. در قسمت ابتدای اون لایه میام و اسلو رو تایپ میکنم، با کلیک و درگ میندازمش روی این لایه. خب شیفت و پیج داون رو میزنم. نه که بعد اون کار نکرد، میتونید دکمه یو رو چند بار بزنید، لایه رو انتخاب کنید، دکمه یو رو بزنید و اون دوتا کلید انیمیشن رو میبینید که زیرش ساخته شده. میتونید حالا پیج داون رو بزنید، لغزنده زمان رو به هر جا که دیرندو خواست ببرید، بعد با شیفت اسنپش بکنید، نقطه دوم رو بیارید به چسبونید در واقع به لغزنده
زمانتون. خوبه، میتونم حتی این رو هم تقسیمش بکنم. یه بار کنترل شیفت دی رو میزنم در اینجا که دوباره خورد بشه و افکت رو بعد راسترش میکنم، ویک رو بهش میدم و اون یه لحظه آخر یه لحظه میخوام که ضعیف بشه، ویک بشه به این صورت و تا آخر. خب حالا بیام پلیش کنیم یه لحظه آخر. خیلی خوبه، یه ذره خیلی زمانش کوتاهه ولی اگه در کل بخواید حساب بکنید نتیجه مثبتی روی کار ما داره. نمیخوام خیلی بیش از حد بهش افکت بدم که ناخوانا باشه برای کاربر. خب حالا که افکت هایی رو اضافه کردیم به لایه ها و در این درس افکت ها رو به متن ها هم اضافه کردیم و به این درجه رسوندیم پروژمون رو، در درس بعدی میخوام که روی بعضی از قطعاتی که قبلا در فوتج وارد کردیم یه سری کار روی اونها انجام بدم و باهاشون بازی بکنم که بتونم افکت های خیلی جذاب تری رو اضافه بکنم. همین کار رو در درس های بعدی انشالله انجام خواهیم داد. ترجمه و دوبله از جعفر سیدی، 3dmaxfarsi.com